درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک با شما هستیم با دو خبر مهم از درون لایه های امنیتی خبر اول گزارش تحلیلی جدیدی در مورد آشکارتر شدن شکاف و درگیری در بین مسئولین رده بالای حکومت و خبر دوم هم افشای طرح محرمانه یک ترور وحشیانه توسط اطلاعات سپاه که با هوشیاری انقلابیون خونسا شد دعوت میکنیم با ما همراه باشید لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم تداوم خیزش مردمی شکاف عمیق درون رژیم جمهوری اسلامی کسانی که تحولات و رویدادهای داخلی ایران را به طور پیوسته و منظم دنبال می کنند متوجه دو نکته مهم و اساسی می شود. نخست اینکه با ادامه اعتراضات مردمی و گسترش دامنه آن به سر و سر شهرهای ایران دیوار ترس فرو ریخته و به همان میزان که شمار قربانیان و بازداشت شدگان افزایش می و سرعت ماشین سرکوب رژیم بیشتر می شود خشم ملت نیز اوج بیشتری می گیرد. هنوز بسیار زود است که بتوان درباره انقلاب صحبت کرد اما آنچه همکنون در ایران رخ می دهد اتفاقاتی بی سابقه است که با گذشت زمان پایه های رژیم جمهوری اسلامی را سست می کند. نکته دوم اختلاف و ناسازگاری است که در درون رژیم بین اصلاح طلبان و تندروها به وجود آمده و آنها را در مورد آنچه در کشور اتفاق می افتد سراسیمه و آشفته کرده. ادامه اعتراضات مردمی شکاف میان دو جناح را پیوسته عمیقتر می کند به ویژه اینکه اصلاح طلبان و تندروان درباره نحوه برخورد با معترضان اختلاف نظر دارند در حالی که اصلاح طلبان تلاش می کنند با استفاده از راهبردی نرم نظام را از تنگنای دشوار کنونی برهانند تندروان اصرار دارند که باید برای سرکوب معترضان از سختگیری و خشونت بیشتری استفاده شود و حتی برخی از آنان بر لزوم استفاده از گلوله واقعی در برابر معترزان تاکید دارند درست همان گونه که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای توماری خواستار اعدام معترضان شدند در نتیجه به نظر می رسد که رژیم جمهوری اسلامی در چنان وضعیت دشواری قرار گرفته که ناگور برای رهایی از آن هزینه سنگینی پرداخت کند اختلاف نظر میان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا کاملا آشکار شده و عملا در رسانه های رسمی یا نیمه رسمی منعکس می شود و با گذشت هر روز اصلاح طلبان از وضعیت ناهنجار کنونی با لحن تندتری انتقاد می کنند. روزنامه اصلاحطلب اصلاح طلب آرمان امروز با تیتر اصول قانون اساسی آیه قرآن نیست به چالش های کنونی اشاره کرده و خواستار تجدید نظر در قانون اساسی شده است. این در حالی است که جریان اصلاح طلب و هواداران آن به سراحت می گویند که باید قانون اساسی کشور بازنگری شود تا با واقعیت امروز جامعه و شرایط جدیدی که در ایران و جهان پدید آمده همسویی داشته باشد. آنها اصرار دارند که قانون اساسی نمیتواند ابدی باشد و در آن هیچ تغییر و اصلاحاتی به وجود نیاید از سوی دیگر روزنامه اعتماد با اشاره به تحولات اخیری که ایران شاهد آنهاست در صفحه اول خود مطلبی با عنوان اجرای قانون یا احکام شهر منتشر کرده این روزنامه در مطلب دیگری از روی کرده رژیم برای مقابله با اعتراضات انتقاد کرده و افزوده رسانه های دولتی در حالی مدعی پایان اعتراضات می شوند که معترضان در نقاط دیگری به خیابان روزنامه همیهن نیز با بیان این که ایران در داخل کشور با چلش های بسیاری در همه زمینه ها مواجه است فراتر می روید و اشاره می کند که آنچه همه بحران ها را به هم پیوند می دهد، این است که راه حل آنها در گفتگو و سازش پیدا نمی شود. این روزنامه افزوده است پیوند دادن همه مشکلات و بحران های داخلی به خارج اشتباه است و نباید بحران های درونی بر اساس الزامات سیاسی خارجی کشور حل شوند با اینکه سیاست خارجی نقش اساسی و تعیین کننده در کلیه پرونده های داخلی داشته باشد در مقابل روزنامه های اصول گرایان و تندروها غرب و شیطان بزرگ را به دامن زدن به تظاهرات اخیر در ایران متهم می کنند روزنامه ی جوان وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین امیر عبداللهیان نوشت هر جمعج و اختشاش طرح به آمریکاست روزنامه ی رسالت نیز نوشته سقوط نظام کنونی سقوط ایران است و اگر نظام سقوط کند کشور دستخوش کاهش بیثباتی و آشفتگی بسیاری می شود. البته سایر روزنامه های متعلق به اصولگرایان از جمله روزنامه کیهان نیز مطالب متعددی در حمایت از سیاست رژیم جمهوری اسلامی و مخالفت با معترضان منتشر کردند. در واقع مطرح شدن صحبت سقوط رژیم در رسانه های وابسته به دولت نقطه عطف خطرناکی در تاریخ تحولات ایران به شمار می رود. به ویژه اینکه این رسانه پیوسته هشدار می‌دهند که سقوط نظام به معنای فروپاشی ایران است. رسانه های وفادار به دولت تبلیغات گسترده ای را برای حمایت از رژیم جمهوری اسلامی به انداختند و میکوشند ملت ایران را متقاعد کنند که نظام کنونی رکن اساسی برای حفظ ثبات و استقرار کشور و حفاظت از اسلام و اخلاق است. بنابراین به سراحت می توان گفت که شرایط ناشی از تداوم خیزش سراسری چنان تحول بزرگ و تاثیرگذاری است که رژیم را وادار کرده برای بقای خود به دنبال متقاعد کرد. مردم ایران باشد از این رو با توجه به پیچیده شدن بحران مشروعیت می توان به این نتیجه رسید که اختلاف نظر میان رهبران رژیم جمهوری اسلامی یک ناسازگاری محدود و گذرا نیست بلکه شکافی عمیق است که پیوند دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار را به طور روزافزون سست و ناپایدار می کند افزون بر اینکه گسترش دامنه اعتراضات مردمی رهبران سپاه پاسداران و ارتش را در تضاد و رویارویی قرار می دهد به ویژه اینکه چندی پیش سپاه پاسداران ارتش را به تمایل نداشتن برای مقابله با مردم متهم کرد هرچند دو جناح تلاش بسیاری برای حفظ رژیم جمهوری اسلامی می کنند اما هر جناح راهبرد متفاوتی را برای حفظ نظام دنبال می کند و همین امر باعث بروز اختلاف میان دو جناح شده و پایه نظام را متزلزل کرده است تردیدی نیست که تشدید اختلاف کنونی بین دو طرف می تواند زمینه را برای سقوط فراهم کند البته در صورت تداوم وضعیت فعلی اصلاح طلبان با گذشت زمان به معترضان نزدیکتر خواهند شد و اگر جناح اصلاح طلب به معترضان بپیوندد همه چیز دگرگون می شود مگر اینکه رژیم جمهوری اسلامی به منظور جلوگیری از تهدیدی که در حال شکل گرفتن است برای بهره برداری از اصلاح طلبان به توطئه چینی متوصل شود با آنکه رژیم جمهوری اسلامی هنوز به مرحله سقوط نرسیده اما وضعیت بحرانی آن همچنان ادامه خواهد یافت نیست که با تداوم خیزش سرسری مردم دشواری ها بیشتر می شود خونسا شدن طرح ترور یکی از رهبران انقلابی ایران طرح جدید اطلاعات سپاه برای تخریب و ترور مولوی عبدالحمید بر اساس گزارش منابع خبری دور تیوی شب گذشته 20 آبان مصطفی مهامی نماینده خامنه ای در سیستان و بلوچستان به منزل مولوی عبدالحمید رفته و دیداری کوتاه با وی داشته است مصطفی مهامی در این دیدار تمامی تلاش خود را بر اساس مأموریتی که از سوی اطلاعات سپاه به او سپرده شده به کار بسته تا مولوی عبدالحمید را متقاعد کند که در مجلسی با عنوان نشست وحدت با حضور تعدادی از مولوی اهل تسنن و اخوندهای حکومتی شیعه شرکت کرده و به گفتگو و حل و فصل مشکلات جاری بپردازند بر اساس همین گزارش مولوی عبدالحمید تا کانون پاسخی برای شرکت در این جلسه به نماینده خامنه ای در سیستان و بلوچستان نداده است منبع خبری دور تیوی در این ارتباط گفت هدف از برگزاری این جلسه تحت عنوان نشست وحدت تخریب چهره مولوی عبدالحمید میان مردم است بدین صورت که قرار است از چند جهت به خصوص از صحنه که آخوندهای حکومتی و نماینده خامنه با مولوی دست و او را در آغوش میکشند فیلم تهیه شده و با ساختن یک کلیپ کوتاه تحت عنوان بازگشت مولوی عبدالحمید به دامن نظام جمهوری اسلامی چهره او را در اپوزیسیون و میان مردم تخریب کرده و اتحاد و همبستگی که همکنون در سیستان و بلوچستان به رهبری مولوی عبدالحمید ایجاد شده را از هم بپاشاند بر اساس همین گزارش یکی دو روز بعد از این جلسه و انتشار کلیپ ذکر شده مولوی عبدالحمید توسط عوامل سپاه پاسداران ترور خواهد شد و این ترور را به گردن اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی به دلیل بازگشت مولوی عبدالحمید به دامان جمهوری اسلامی خواهند انداخت این طرحی شوم است که اطلاعات سپاه برای تخریب چهره و سپس حذف فیزیکی مولوی عبدالحمید ریخته و مسئولیت کشاندن او به نشست وحدت را به مصطفی مهامی نماینده خامنه ای در سیستان و بلوچستان واگذار کرده است. دور تیوی بر اساس رسالت خبررسانی خود به محض دریافت این خبر و راستی آزمایی آن اقدام به خبررسانی و هشدار کرده. بعد از افشاگری روز گذشته، مولوی عبدالحمید حاضر به دیدار با هیئت علی خامنه ای نشد. بر اساس گزارشات رسیده، هیئتی که از نزدیکان خامنه ای جهت مذاکره و گفتگو با مولانا عبدالحمید از تهران به زاهدان آمده بودند، مولانا حاضر به دیدار با آنان نشد. روز گذشته دور تیوی در ارتباط با طرح شوم اطلاعات سپاه برای تخریب مولوی عبدالحمید دست به افشاگری زده و یک بار دیگر رژیم را ناکام گذاشت.